مریم. این پیام پروردگار توست مریم. خداوند تو را برگزید و پاک گردانید و از میان همه زنان تو را برای امر بزرگ خیش اختیار نمود. مریم، از دستورات پروردگارت اطاعت کن، برای او سجده کن و با نماز گزاران به نماز بایست. مریم ترسید و گفت: اگر مردی پرهیزکاری و از خدا می ترسی، به من آزاری نرسان. گفت: از من نترس مریم، من جبرئیل فرستاده پروردگار تو هم تا پسری پاکیزه به تو عطا کنم. مریم گفت: چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که تا کنون شویی نداشتم که مرا لمس کند و من پلیدکار نبودم؟ گفت: پروردگار تو چنین است، فرموده این بر من آسان است، خداوند هرچه بخواهد می آفریند و چون چیزی را اراده کند می فرماید باش، پس می شود. بشارت باد بر تو کلمه ای از جانب خدا که نامش مسیح عیسی ابن مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند است و از مقربین درگاه خداست. ای کاش پیش از این مرده بودم، ای کاش همه مرا فراموش کرده بودند، ای کاش کسی نام مریم را نمی‌شنید و به خاطر نمی‌آورد. متولد شد مسیح، مسیح متولد شد.
مریم، مریم، هان ای مریم، مبارک باشد بر تو کلمه پروردگار. از چه روی محزونی؟ گرسنه ای؟ تشنه ای؟ به زمین زیر پایت بنگر. خداوند برای تو چشمه ای جاری کرده است. میبینی که پروردگارت تو را فراموش نکرده است مریم. حال از آن بنوش و خود را سیراب کن. محزونی؟ نخل خشکیده پشت سرت را تکان بده تا برایت خرما بیفکند. میبینی خداوند برای تو خرمای تازه رویانیده است. بخور مریم و شادمان باش. تو باید مسیح را شیر بنوشانی. بیشتر بخور، راه درازی در پیش داری. باید به اورشلیم بازگردی. اورشلیم؟ با این بچه چگونه؟ آنان حرف ما رو باور نخواهند کرد، به من تهمت میزنند. اما اگر پروردگارم چنین خواسته باشد، من کنیز و فرمان بردار اویم. وقتی به شهر بازگشتی با هیچ کس سخن مگوی. هر کس را دیدی به او بفهمان که به امر خدا روزه سکوت گرفته ای. فرزندت به اذن خدا همه کارها را درست خواهد کرد. چه خبر شده؟ کسی قرار است بیاید؟ نمیدانم. صبر کنید، تحمل داشته باشید. عقبتر، عقبتر، بروید عقبتر، بگذارید مریم بیاید. ما خود را برای اجرای قانون الهی آماده کرده ایم. مریم، Thank you.
پس مریم قدیسه برگشته، اما این بار تنها نیست. آیا این فرزند توست؟ این که ازدواج نکرده بچه کجا برده؟ پس قبول است که این بچه فرزند اوست. چطور؟ نه مریم، چرا این کار را کردی؟ همه ما به تو امید بسته بودیم. این چه ننگیست مریم؟ چشم زکریا روشن. مریم، تو کار زشت و ناپسندی مرتکب شدی. تو گناهکاری مریم، گناهکار. چه میدونم مریم، چگونه باور کنم؟ باور کردنش مشکل نیست جناب هیلل. مگر به شما نمیگفتم که او ظاهر فریب است؟ او همه مردم را ریاکارانه فریب داد، تظاهر به پاکی و خدمت نمود، اما اکنون چه میبینیم؟ او فرزندی در آغوش دارد، ثمره یک گناه دارد. وای بر قوم یهود، شرم بر تو باد. مریم چه شده؟ تو کجا بودی؟ مریم، دختر عمران نبی. پدرت که مرد بدی نبود، مادرت هم که فاجره نبود. مریم، این چه ننگیست که به بار آورده ای؟ باید او را بسوزانیم. این مجازات دختر کاهنان است اگر مرتکب گناه شوند. باید او را سوزان. او را بسوزان. او را باید سوزان. او را باید سوزان. نه آتش، فقط آتش او را پاک می کند. مریم حرف بزن، از خودت دفاع کن. حرف بزند؟ نمی بینید که چه به موقع روزه یه سکوت گرفته؟ البته هر کسی به جای او بود چون این کاری را می کرد. چیزی بگو چیزی ساکت باش زکریا. هر چقدر اینها با او چه می کند؟ اگر نگذاشته بودی با جادوهایش مردم را به فریبت، اینک کار به این آبروریزی و فضاحت نمی کشید. خدا رویت را سیاه کند، خدا روی همه تان را سیاه کند که این چنین بدون علم تهمت می زنید، آن هم به پاکترین زن روی زمین. خدا تو را رو سیاه گرداند که چنین رسوایی در بنی اسرائیل و معبد مقدس به راه انداختی. چرا چیزی نمیگویید جناب هیلر؟ شما هم در این رسوایی شریک هستید، آیا اینطور نیست؟ آری مریم و زکریا را باید بدون هیچ ترحمی مجازات نمود. برات سخت بیمار است، اگر مریم از این قائل نجات یافت او را از شهر دور کنید. نگهبانان همه جا مراقب. باید او را بسوزانید. بگو روزه ات را بشکن. به امر چه کسی روزه گرفته ای که نمیتوانی برای نجات خیش سخن بگویی؟ تو فکر میکنی روزت قبول است؟ بگو این ننگ چیست؟ یعنی چه؟ به چه اشاره میکنی؟ از او بپرسی؟ ما را به مسخره گرفته ای؟ این چه بازی جدیدی است؟ از ما میخواهد با این بچه سخن بگوید. مریم، تو ما را دیوانه فرض کرده ای؟ گناه عقل از او زائل کرده. چگونه با بچه ای که در قنداق است سخن بگویی؟ میبینید کارمان به کجا کشیده است؟ از ما میخواهد با نوزادش هم سخن شد. پس معطل چه هستی؟ جلو بیایید و با این طفل گفتگو کنید. جناب هیله، جناب صدقیا، جناب یربا، جناب نتان، کاهنان بزرگ، اغلای شهر، خردمندان یهود، چرا این خواسته را اجابت نمی کنید؟ به راستی که این کار جرأت بسیار می طلبد. پس بگذارید
من خود پیش قدم می شوم. آری، من از طرف همه شما که در اینجا حضور دارید و شاهد هستید با او سخن می گویم. بچه جان تو کیستی؟ خودت را برای این جمع معرفی کن تا همه بدانند. و آنگاه طفل در آغوش مادر لب به سخن گشود و گفت: من عیسی مسیح بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب آموخته و مرا نبوت داده است و هر جا که باشم برکت خدا همراه من است. او مرا به نماز و زکات امر کرده است تا هر وقت که زنده باشم، و من مأمورم که با مادر پاکم مهربانی کنم و جبار و تیره بخت نباشم. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که از دنیا خواهم رفت و روزی که دوباره مبعوث خواهم شد. بدین سان ما
مریم و فرزندش را معجزه و آیتی برای مردم جهان.